ایران و روسیه در حال ساخت جنگندگی سوخو 75 در داخل خاک ایران. دوستان سلام و وقتتون بخیر، امیدواریم که حالتون خوب باشه. از شما دعوت میکنیم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید و فراموش نکنید که برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوهای ما رو لایک کنید. همکاری های روبه گسترش ایران و روسیه در زمینه های مختلف، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و همچنین دشمنان منطقه‌ای ایران و در رأس آنها رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. در میان نگران کننده تر از همه تقویت شراکت نظامی میان تهران و مسکو بوده است. بعد از رسمیت پیدا کردن خبر تحویل قریب الوقوع جنگنده های پیشرفته سوخو 35 روسیه به ایران و تحویل جنگنده آموزشی یاک 130 به ایران، برخی کارشناسان درباره شراکت ایران در برنامه تولید جنگنده نسل 5 سوخو 75 رقیب اصلی F-35 گمانه‌زنی کرده است. همچنین در نشریه آمریکایی 1945 آمده است که ایران علاوه بر جنگنده سوخو 35، سامانه S-400 و هلیکوپترهای تهاجمی میل 28، شناور هدایت پذیر به دنبال شراکت در برنامه تولید جنگنده نسل 5 سوخو 75 نیز می باشند. و بر اساس برخی گزارش‌های غربی، روسیه و ایران در پروژه مخفی جنگنده سوخو 75 متحد شدند و یک پروژه از این جنگنده در داخل خاک ایران در حال تولید می باشند. با توجه به برخی گزارش‌های غربی، اطلاعات نشون می‌دهد که ایران در حال ساخت یک پروژه جنگنده سوخو 75 در داخل خاک کشور خود با همکاری روسیه می‌باشد. این پروژه که در مراحل پیشرفته خود قرار دارد می‌تواند به عنوان یک گام جدید و قدرتمند در صنعت هوانوردی ایران تلقی شود. اگر سوخو 75 طبق تبلیغات تولید شود، برای کشورهایی که بودجه محدودی دارند، هواپیمای جالب، ارزان‌تر اما همچنان توانا خواهد بود. این جنگنده با عنوان یک جنگنده نسل پنجم با ویژگی‌های رادارگوریز به ویژه در قسمت فوقانی می‌باشد. سوخو 75 یک جانشین رادارگوریز یا حداقل تا حدودی شایسته برای ناوگان میک 21 در سراسر جهان خواهد بود. اسم بردن از جنگنده سوخو 35 پنهانکار یا سوخو 57 کافیستا انبوه نظرات از هر طرفی سرازیر شود. سوخو 75 روسی نیز همین پتانسیل رو برای برافروختن یک بحث پرجنب و جوش دارد. اما در دنیایی که آمریکا از بازنشستگی قدیمی ترین جنگنده های نسل پنجم خود صحبت می کند و می خواهد جنگنده های نسل ششم خود را آزمایش کند، روسیه همچنان درباره تولید جنگنده های نسل پنجم پایین رده تا پایان دهه صحبت می کند. بسیاری از انبوه گزارش هایی که در خصوص سوخو 75 منتشر می شود از سوی شرکت روسی راستک می باشد. اما در واقعیت این جنگنده در حال حاضر در مرحله طراحی باقی مونده و به سختی می توان پی برد که بودجه برای توسعه آن از کجا تأمین خواهد شد. بنابر گزارش RIA، یک سرویس دهنده مالی، قیمت اولیه سوخو 75 حدود 30 میلیون دلار خواهد بود که در مقایسه با اکثر جنگنده های آمریکایی و اروپایی موجود در بازار بسیار ارزان تر می باشد. راستک اعلام کرده است که 300 دستگاه از این جنگنده رو طی 15 سال تولید خواهد کرد. به گفته دیفنس اکسپرس، در اصل این جنگنده میک 21 با قابلیت رادارگوریزی بهبودیافته، سیستم های دیجیتال و اسلحه های هدایت شونده دقیق می باشند. در حالی که بسیاری از جنگنده ها تحت شرایط فوق محرمانه توسعه می یابند، مانند جنگنده نسل ششم NGAD آمریکا، سوخو 57 روسی و شنیانگ FC-31 چینی، این موضوع در مورد سوخو 75 روسی صادق نمی باشد. سوخو 75 در نمایش های نظامی با فیلم های تبلیغاتی به شکل چشمگیری ظاهر می شود. با این حال سوخو 75 نتوانسته است توجه تعداد زیادی از ناظران بین المللی را به خود جلب کند. اعتقاد به این است که آنچه نمایش داده می شود یک ماکت استادانه می باشد. گزارش های خارجی خاطر نشان می کند که شرکت روسی بودجه برای توسعه آن را ندارد. با این حال برخی از گزارش های خارجی به این موضوع تاکید دارند که سوخو 75 یک طرح شگفت انگیز می باشد، اما اگر بتواند سرمایه گذاری مورد نیاز خود را تأمین کند، در آن صورت می تواند جنگنده مؤثر برای کشورهایی باشد که نمی خواهند هزینه هنگفتی برای خرید آنها پرداخت کنند. با این حال شرکت راستک می گوید که
توسعه سوخو 75 در حال انجام است و تولید اولین نمونه های آن نیز آغاز شده است. طبق گزارش اینترفاکس، پرواز اولیه برای این جنگنده برای سال 2023 برنامه ریزی شده بود، سپس برای سال 2024 با تحویل اولیه برای سالهای 2026 تا 2027 برنامه زمانی راستک تغییر کرد. گفته می شود مشتریان خارجی سوخو 75 شامل هند، الجزایر، ترکمنستان، ایران، نیجریه، چین و برخی دیگر از اپراتورهای میگ 29 و امارات هستند. گفته می شود موتور سوخو 75 یک عدد موتور ازلیسی است که در دست طراحی و توسعه قرار دارد. وزن این موتور نسبت به موتور S117 به میزان 30% سبکتر است و توان آن نیز 18% بیشتر است که می تواند 107 کیلونیوتن به صورت خشک و 171 کیلونیوتن با پس‌سوز نیرو تولید کند. بنا به ادعای شرکت NPO ساترن، این موتور طول عمر بیشتری نسبت به موتورهای قبلی روسی خواهد داشت. کابین سوخو 75 یک کابین تمام شیشه‌ای با سامانه سربالا است و شباهت زیادی به کابین سوخو 35 دارد و به نظر می‌رسد از اجزای سازنده کابین سوخو 35 در آن استفاده شده باشد. اوینی که سوخو 75 از معماری باز بهره می‌برد و دارای یک رادار آرایه فازی فعال می‌باشد. همچنین یک مدل ارزان قیمت با رادار آرایه اسکن الکترونیکی فعال نیز به صورت آپشن موجود خواهد بود. جنگنده سوخو 75 یکی از دستاوردهای برجسته صنعت هوانوردی روسیه است که به دلیل قابلیت‌های فناورانه و قدرت نظامی بالا توجه جهانی را به خود جلب کرده است. با همکاری روسیه در این پروژه، ایران به دنبال تسلط بر فناوری هوایی پیشرفته تر و توانمندتری است که امکان مقابله با تهدیدات نظامی را بهبود خواهد بخشید. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر ایران در صنایع دفاعی و نظامی، این پروژه جدید نشان تمرکز بالای ایران بر توسعه قدرت نظامی و افزایش توانمندی‌های دفاعی خود دارد. در صورت تکمیل و راه اندازی موفقیت‌آمیز این پروژه، ایران به عنوان یک قدرت نظامی برجسته‌تر در منطقه شناخته خواهد شد و میزان تاثیرگذاری آن در تعادل نظامی منطقه را افزایش خواهد داد. نظر شما چیست؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید و خیلی خیلی سپاسگزاریم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوهای ما رو لایک کنید.